میگن که تو ایران بیش از 53 مکتب عرفانی نوظهور به وجود اومده که خیلی ها رو به دنبال خودش کشیده، طوری که حتی دولت مجبور شده که دست به واکنش‌های سخت بزنه و رئیس یکی از قوی‌ترین اونها رو هم که چندین ساله که به زندان انداخته. چرا در این مقطع از زندگی ما ایرانی‌ها عرفان به این شکل باز ظهور می‌کنه؟ به نظر من مشکل همون مشکل قدیمی هستش. مهم نیستش که انسان در چه دوره ای داره زندگی میکنه و چقدر از نظر اکتشافات علمی پیشرفت کرده، او همیشه به دنبال معنا در زندگی خودش هستش و در این راستا براش همیشه چند سوال مهم مطرحه. اینکه من که هستم؟ از کجا اومدم؟ به کجا دارم میرم؟ بعد از مرگ چی میشه؟ انسان غارنشین هم به دنبال یافتن جواب به این سوالهاش بود و انسان ماورای عصر مدرن هم در قرن 21 کماکان با این سوالها روبرو هستش و اتفاقا همین سوالها هم باعث به وجود اومدن این همه فلسفه و مذهب در تاریخ انسان شده، چرا که همه اونها سعی دارند به نحوی به این سوالها جواب بدن و انسانها رو با جوابهاشون قانع بکنند و به این ترتیب رفتارهاشون رو بتونند کنترل کنند. هم دین و هم فلسفه در ابتدا به دنبال جواب در ماورای این دنیای خاکی بودند. دین جواب رو در خدا جستجو می‌کرد و فلسفه هم در خردی که در ماورای دنیای مادی و خاکی بود. در حین گذار تاریخی دین کماکان به ساختن خدا و خدایان میبینیم که ادامه میده، لیکن فلسفه از خرد در ماورای دنیای مادی خسته میشه و به دنبال معنا و جواب برای اون سوالهایی که مطرح کردم به انسان و به درون انسان نگاه میکنه و آنچه رو که در همین دنیای مادی هست شروع میکنه بهش نگاه کردن. ولی عزیزان، امان از دست این قرن 20، قرن خیلی جالبی بود واسه اینکه در این قرن هم دین و هم فلسفه هر دو به فرشکستگی فکری میرسن، به این معنا که نه جوابهای دینی انسانها رو قانع میکنه و نه جوابهای فلسفی و سوالات اساسی کماکان بر جای خودش باقی میمونه. همین در مملکت ما هم اتفاق افتاد. خیلی زیادی از مردم در همین راستا به ورشکستگی فکری افتادن، چرا که اون جوابهای فلسفی و اون جوابهای دینی دیگه نمیتونست اونها رو قانع کنه. تلقینها دیگه اثر خودش رو از دست داده بود و در چنین خلایی که این بی جوابی ایجاد کرده بود میبینیم که انسانهای مملکت ما به وحشت میفتند و برای جواب سعی میکنند به این در و اون در بزنند و برای نشگی فکری خودشون مواد فکری جدید پیدا کنند. عرفان. چرا این همه عرفان؟ خب ملت ما هم از جانب فلسفه و فیلسوفانش فریب خورده بود و هم از جانب دین و عالمانش. حالا نوبت عرفان و عارفان. ولی آیا چیز جدیدی وجود داره؟ نه، البته که نه.
عارف خدا و خرد رو با هم قاطی میکنه و به این ترتیب تعریفی نامشخص از وجودی رو مطرح میکنه که میتونه هم جای خدای دین رو بگیره و هم جای خرد فلسفه رو. و مهم هم نیستش که این وجود چقدر مبهم باشه و چقدر در عرفان‌های مختلف جور و جور خودش رو در مقابل انسان قرار بده. در هر حال تو در مقام انسان قراره که باز تو دست به تلاش بزنی و برای رسیدن به این معبود از طریق آنچه که عارفان میگویند از اون طریق تبعیت کنی، به این امید که روزی به این معبود خواهی رسید. حاصل چیه؟ انسان کماکان با امیدهای واهی سعی داره به نحوی بر ترس از ناشناخته های محیط اطراف خودش غالب بشه. واقعیت تلخ عزیزان اینه که جواب اون چند سوال اصلی رو ما فقط میتونیم از کسی که ما رو آفریده بپرسیم. ما که خودمون رو نیافریدیم. پس اگر باور نداری که محصول انرژی و زمان و تصادف هستیم، باید از خالق به دنبال جواب باشیم. و حقیقت تلخ اینه که ما مهم نیست چقدر زور بزنیم و بخواهیم به این خالق برسیم، در این امر موفق نخواهیم بود. برای حل این مشکل فقط یک راه وجود داره. ما به خالق به زور خودمون نمیتونیم برسیم، ولی خالق چه قادره، او میتونه به ما برسه و به سوالاتمون جواب بده. با این صحبتهایی که کردم، ببینید این چند آیه آغازین انجیل یوحنا چقدر معنی داره. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی بر آن چیره نشد است. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود، نماینده عهد عتیق، نماینده پیغمبران. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌کرد و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند، اما به همه کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا بشند و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. این نه دینه، این نه فلسفه هست، این نه عرفانه. خداست که به میان ما اومده تا اون رو آنطور که هست بشناسیم.